به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهید داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. بفرمایید خانم. سلام آقای دکتر، خوب هستین؟ متشکرم، بفرمایید. اول خودم معرفی کنم که من 18 سالمه و می‌خواستم راجع به خانواده‌ام باهاتون حرف بزنم. یه خواهر دوقلو دارم. از کجا تلفن میکنی؟ از تو. چه مدت از کانادا هستی؟ فکر کنم 7-8 ماه. نفهمیدم شما چند تا خواهر برادر دارید؟ یه خواهر دوقلو دارم و یه خواهر کوچیکتر. چقدر کوچیکتر؟ 6 سال از من کوچیکتر. اون خواهر دوقلوتون همشکمید، آیدنتیکالید یا فترنالید؟ آیدنتیکالی. اوکی. و اون وقت 7 ماه که آمدید کانادا، هر 5 ماه هم آمدید؟ یعنی پدر مادر و بچه ها یا؟ بله، خانوادگی اومد. اوکی. پدر و مادر چند سالشونه؟ مادرم متولد 57 فکر کنم میشه 45 58 ببخشید و پدرم متولد 57 میشه 46. اوکی. و پدر جون تو چه شغل و کاری هستن؟ پدرم تو خرید و فروش کالای صنعتیه توی بازار تهرانه. مادرم حال چطور بودید کانادا؟ میخواید کانادا بمونی؟ برای ما اقامت دائم داریم، با پیار اومدیم. خب پدر جون که در ایران تو کار بازرگانی بودند، میخوان در کانادا همون کار بکنن؟ نه، پدرم از اون موقع که اومدیم رفتن دوباره ایران، دوباره اومدن، یعنی هی رفت آمد دارن به اینجا. خب هدفشون هست که در کانادا بمونن یا ایران؟ هدفشون اینه که تو کانادا بمونن، ولی فعلا شغل تو تهرانش هم دارن. اوکی. خب بریم سراغ علت این که تلفن کردی چی عزیز؟ بله، من حدود 4 سال پیش شنیدم که مامانم داره با یه آقای حرف میزنه. اون موقع مادر من توی مجتمع فنی رو نمیدونه، ولی کلاسای دیجیتال مارکتینگ و اینا میرفت. شنیدم که داره با یه آقای راجب مثلا چیزای سکسی حرف میزنه. بعد خب من 4 سال پیش 14 سالم بود، خیلی ترسیدم از این که مثلا بابا مورد مثلا نفر سوم بشه و مثلا ترسیدم دیگه. رفتم به بابام گفتم این قضیه رو و خلاصه بابام با هم حرف زدن و یه سری مثلا دعوه ها بیش اومد و اینا. خلاصه اون قضیه حل شد، ولی هر دفعه که مثلا دعواشون میشد و که مثلا بابا میگفت تو به من خیانت کردی و فلان و اینا، مامانم میومد توی اتاق با من دعوا میکرد که تو از قصد میخوای زندگی ما رو خراب کنی، در صورتی که من فقط از ترس این که مثلا رابطهشون خراب نشه با هم گفتم که مثلا بتونن حلش کنن. بعد از اون قضیه نصب کنید، فقط یه دفعه شما گفتید، بعد اینکه دیگه هر دفعه شما که تکرار نکردید اونو خود شد بارش کلده. کلا مادر من هر دفعه بعدش میمد میگفت تقصیر توه و این داستان. حالا مادر شما مدعی بود که با اون آدم برای چی حرف میزده؟ اول که میگفت من با یه خانومی حرف میزنم، یکی از دوستامه که همجنسگره، صداش کلوفته، ولی خب من میشیدم که میگفت مثلا بیام خونتون چیکار کنیم با هم و اینا. صداشم حتی ضبط کردم که بابام نشون بدم. بعد شمارش رو پیدا کردیم، زنگ زدیم، فهمیدیم که یه آقاییه. ولی خب مثلا تا همین یکی دو سال پیش میگفت نه، همچین قضیه‌ای نبوده، ولی مثلا تازه قبول کرده که آره من ببخشید اشتباه کردم. خب اومد به اشتباه خودشون یا کاری که بسیار بد بوده توجهی ندارن، به اینکه شما رفتید گفتید فکر بودن مسئله و مشکل شمایی؟ بله، گفتن که مثلا تو میخوای رابطه ما از قصد خراب کنی. حالا نمیدونم چرا همچین حرف میزدن. رابطه ای که یکی سوش داره خیانت کنه خراب نشده؟ نمیدونم. خب بعد از این قضیه من با یه پسری دوست شده بودم که من با مثلا الانم با اینکه هنوز اومدیم، ولی خب مثلا 2-3 سال با هم هستیم و خیلی مثلا با هم دیگه جدیم واقعا. اون چند سالشه اون پسر؟ اون از من 4 سال بزرگتر. اوکی. خب بعد حدود 1 سال پیش خواهرم کلا خیلی
نمیدونم چی جوری بگم. مثلا این جوری بودش که هر دفعه که دعوامون میشد بره مثلا یه چیزی رو به مامانم بگه راجع به من که مثلا همه بیان با من دعوا کنن و اینا. نمیدونم چرا به خانواده مامان اینجوریه. بعد خواهر من با من دعوا شد، زنگ زد به مامان دوست پسر من، فوش و فوشکاری. بعد دوست پسر منم برگشت به خواهرم فوش داد. بعد خواهرم هم میخواست زنگ بزنه به بابام که این قضیه رو بگه. من گفتم خدا زنگ نزن، من مثلا مشکل رو حل میکنم، اینجوری مثلا داستان رو بزرگتر میکنی و اینا. یه لیوان برداشت زد تو سر من، سرم شکست. بعد رفتم بیمارستان و مثلا بخیه زدیم و اینا. تو اون لحظه که من با مامانم بیمارستان بودم، خواهر من رگش رو زده بود که مثلا بیگناه خودش رو جلوه بده، رگ دستش رو زده بود. اون زمانم زنگ زده بود پسر داییم که مثلا آره بیا خونمون و اینا. پسر داییم از زنگ زد که مامانم که آره این کار رو کرده بود. خلاصه من با سر شکسته برگشتم خونه، بابام هم اومد این قضیه رو بابام هم مثلا مامانم تعریف کرد، مامانم مثلا بابام تعریف کرد و اینا. این خیلی اذیت هم کرد که بابام با اینکه من اشتباهی نکرده بودم، مثلا خواهرم زنگ زده بود به مامان اونو یه هم مثلا دعوا شده بود و اینا، بابام اومد مامان الینا رو بوس کرد خواهرم رو بغلش کرد و مثلا با من هیچ اهمیتی نمیداد. من رفتم به بابام گفتم که مثلا مگه من الان چیکار کردم که اینجوری میکنی و اینا. و گفته بود که اگه من جای خواهرت بودم با تبر سر تو میزدم. و من گفتم که مثلا چرا و اینا. بعد نگو خواهر من چون مدتی با هم دعوا کردیم برگشته بود به مامانم گفته بود که آره من با دوست پسرم رابطه داشتم. بعد با مامانم رفته بود به بابام گفته بود. بعد خواهرم الکی گفته، با اینکه خیلی مدت بود که این موضوع رو میدونست و مثلا اصلا اینجوری نبود که مثلا بخواد از من محافظت کنه، برگشته بود گفته بود اصلا به خاطر این داستان من دعوا کردم، چون میخواستم از خواهرم محافظت کنم. هرجوری که اصلا قضیه این نبوده. تو خانواده شما چرا به خاطر میخوان از دیگران مواظبت کنن که به هیچ وجه حقشون نه به اونا مربوطه، به خودشون و دیگران اینقدر آسیب میزنن؟ خب بعد خلاصه پدر من خیلی با من بعد حرف زدن و من گفتم که فقط تو و خدا مثلا بیبریم از خونه بیرون با هم حرف بزنیم که چی شده اونا. من مجبور شدم کلی به خودم و مثلا کسایی که چه میدونم مثلا حتی یه نفر بوس میکنن و اینا توهین کنم که پدر من مثلا نفهمه که یه وقت من کاری کرده باشم و اینا. اون خیلی اذیت هم کرد. بعد از این قضیه تموم شد و این داستان تموم شد کلن و اینا. ما برای اینکه بعد از اینکه انگشت‌انگاریمون اومد رفتیم خونه مامان بزرگم اینا زندگی کردیم. فکر کردیم مثلا یکی دو ماه دیگه میایم. بعد 8 ماه شد و نیومد. بعد 8 ماه ما تازه اومدیم، یعنی 8 ماه ما خونه مامان بزرگم بودیم، بابام خونه مامانش بود. من همینجوری خیلی رندوم زنگ زدم به بابام گفتم که آره مثلا چرا ما خبری نمیگیری و اینا. خیلی سرد با من برخورد کردن، مثلا دعوا داشت و اینا، چون منم خیلی با بابام وابسته بودم نمیدونم چرا از بچگی. بعد زنگ زدم به مامانم که گفتم که چرا مثلا چی شده و اینا. مامانم گفت تقصیر توئه دیگه، تو زندگی ما رو به هم ریختی. بابات میگه من از تو و دخترم، یعنی من بدم میاد، متنفرم و اینا. من گفتم من واقعا دیگه عصبانی شدم، گفتم مگه من چیکار کردم، تو خیانت کردی و فلان اینا. رفتم خونه، اون موقع من خونه عمم بودم، رفتم خونه مامان بزرگم شروع کردم دعوا کردن. بعد مامانم دوباره از ترس اینکه مثلا دوباره بحث خیانتش باز نشه برگشت یهو به بابام گفتش که گفت اگه خیلی مثلا واضح گفتش که النا مثلا ورژن نیست. بعد بابای منم زنگ زد به مامان دوست پسرم، دعوا، فوش و فوشکاری. خلاصه از دوست پسرم شکایت کرد و بردنش بازداشتگاه و هزار تا بلا سرش آورد و اینا. شما بازداشتگاه بردن، شما رو هم بردن دادگاه و پزشکی قانونی؟ نه من هم میخواستم ببرم ولی گفتم من نمیام. یعنی در این صورت آبروریزی کرد که من نفهمیدم آخه چطور شده بدون اینکه بتونن ثابت کنن رابطه بود و اتفاقی افتاده اون پسر بردن بازداشتگاه؟ نمیدونم بردنش و من انقدر گریه کردم و دیگه دعوا کردم، بابام زنگ زد به وکیل که وکیل مثلا آزادش کردن و اینا. پرونده نوشته بودن که مزاحمت برای اطفال و نمیدونم اینا، در صورتی که اصلا نه مزاحمتی بوده نه چیزی. حتی بابام هم قبلش میدونست که مثلا ما با همیم و اینا. اون پسرم مثلا پسری نیست نبود که مثلا
بخواد سوء استفاده کنه و مثلا از این بحثا. و حتی با تمام این قضیه ها اون پسر موند پای من، با اینکه گفتن که 6 ماه تا 6 ماه اگه مثلا ارتباط داشته باشیم ما هم دوباره میبرنش بازداشتگاه. بعد آره بعد این قضیه بردنش بازداشتگاه و پلان و اینا، این مامان بابای من دوباره با من شروع کرد دعوا کردن که مثلا آره تو دختر بری هستی و هرزه ای و نمیدونم فرین. آها بعد من اون موقع خونه عمامینا بودم، چون از خونه مامان بزرگم اینا اومدم میرفتم خونه عمامینا که مثلا یکم جو درست شد و اینا. نصف شب 3-4 صبح اومده بود خونه عمامینا داد و بیداد میکرد، به من فوش میداد که آره تو هرزه ای نمیدونم جلوی همه. یعنی یه جوری شده بود که شوهرم من به من میگفت که تو برو تست باکرگی بده. یعنی در این حد شوهرمه من که خیلی مذهبی و اینا روش باز شده بود به من که میگفت تو همچین کاری بکن. بعد من گفتم که تو مثلا اگه اینقدر غیرت داری چجوری روت میشه که مثلا یه مرد دیگه بیاد به من همچین حرفی بزنه. خب الان که اومدید کانادا چه خبر است اوزو؟ آره ما اومدیم کانادا. بعد خب چون بابام گفتم که رفت آمد دارم به ایران، بعد از اینکه مثلا 2 ماه اومدیم بابام دوباره برگشتن ایران. بعد مثلا دوباره بعدش 2-3 ماه بعدش اومدن، یعنی حدود مثلا 1 ماه پیش اومدن. بعد از اینکه اومدن یه ذره خب رفتاری مشکوکی داشتن، مثلا هر روز از خونه میرفتن بیون، یه مدت مثلا میرفتن یه ساعت برمیگشتن. و یه دفعه که میخواستم برم بیرون من گفتم که آره منم میام مثلا با هم بریم و اینا، خیلی اصرار که نه تو چرا میای و مثلا من میخوام تنها باشم و اینا. گفتم که منم میام و اینا، خلاص گفت اوکی بیا. بعد با هم رفتیم بیرون، 5 دقیقه بعدش برگشتیم. بعد من رفتم تو، گفتش که چرا سویچ رو میبری؟ گفتم که خب مثلا نمیخوای بیای تو. گفت چرا الان میام. یه ذره نشست روی مبل و اینا و دوباره پاشد گفت من میرم پیاده روی و دوباره گفت نه پشیمون شدم. بعد یه خانومی هم هی تو این یه مدت مثلا بهشون زنگ زدن و اینا. بعد من به مامانم احساس مسئولیت کردم، گفتم مثلا مامانم این کارو کرد، من رفتم به بابام گفتم بعدا نکنم فکر میکنه مثلا من فقط واقعا می‌خواستم رابطه‌شون رو به هم بریزم که مثلا فقط مامانمو گفتم. گفتم مثلا میرم میگم که آره مثلا احساسم یه چیزی هست و اینا. مامانم گفت آره منم میدونم، تو برو گوشیشو چک کن، من حواسشو پرت میکنم. خلاصه من رفتم گوشیشون رو چک کردم و اینا، دیدم یه خانومیه که همکارشون هم بوده ما میدونستیم، ولی خب مثلا تماسای ویدیو کال و اینا بوده. بعد من شمارهشو برداشتم، مامانم گفتش که بهش تکس بده که آره مثلا تو چند وقته با بابای منی و اینا. من تکس دادم، اولا دختری که خیلی شروع کرد با من بد حرف زدن که آره مثلا تو کی هستی و فلان، اول میگفت من هیچ رابطه‌ای نیست. بعد گفتش که آره پدره به من گفته که من 2 سال جدا شدم. مامانم که اینو فهمید زنگ زد به بابام، بابام موقع رفته بود باشگاه، بابام اومد خونه و گفت نه چیزی نبوده و الکی داره میگه و فلان و اینا. خلاصه اینا هم دوباره دعواشون شد. مامانم خودش به دختره تکس داد، دختره گفت نه واقعا چیزی نبوده، ولی مثلا من گفته بود من 2 سال جدا شدم و مثلا خیلی مثلا منو دلداری میدادن چون کارم رو از دست داده بودم و میگفتن تو دختر قوی هستی و اینا. و مامانم گفت خب دستش درد نکنه، مثلا ما 4 تا زن اینجا بودیم داشته به تو دلداری میداده و اینا. خلاصه نمیدونم چی شد که اینا اوکی شدن با هم دیگه مامانم اینا. بعد من خیلی اعصابم خود شد که مثلا یعنی چی زندگی تو خیانت میکنی و خیانت میکنی و اینا. شروع کردم به مامانم گفتم که مثلا تو چرا اصلا برای خود ارزش قائل نیستی و اینا. بابام اومد منو شروع کرد به کتک زدن که تو میخوای رابطه ما رو به هم بزنی، چون بابام دست بزن داشته. بعد چون ولی تو ایران نمیتونستم زنگ بزنم به پلیس، من اینجا زنگ زدم به پلیس. پلیس اومد به من گفتش که میتونی منو بازداشتش کنیم یا مثلا میتونه بگه دیگه مثلا بهت نزدیک نمیشه و اینو. من چون نمیخواستم بابام بازداشته گفتم نه همین که مثلا دیگه این کارو نکنه برام کافیه. خلاصه پلیس رفت، مامان و بابام صبح که بیدار شدن دیدم خونه نیستن. بعد خواهر کوچیکم بهشون تکست داد که آره مثلا کجا این و اینا. بعد مامانم گفتش که انقدر باباشون رو اذیت کردن داره میره ایران، در صورتی که مامانم خودش به من گفت برو این کارو بکن. دوباره پشت من رو خالی کرد، گفت انقدر اذیت کردن باباشون رو داره میره ایران. من گفتم که من چه اذیتی کردم اینو؟ گفت چرا زنگ زدی پلیس؟ گفتم الان مثلا مشکل اینه که من زنگ زدم به پلیس، مشکل همه اینا حل شده، مشکل اینه که من زنگ زدم به پلیس.
خلاصه پلیس دوباره اومد در خونمون، مثل اینکه مامانم اینا گفته بودن که همه چی دروغ گفته بوده که مثلا اصلا همچین اتفاقی نیفتاده بوده و اینا. من گفتم تو چجوری مثلا میتونی به میتونی دخترتو قربانی کنی مثلا بگی همچین چیزی نبوده و فلان و اینا. بعد خلاصه پلیس مثلا گفتش که شما یکی دو روز از خونه برین. مثلا منم یکی دو روز از خونه رفتم، مثلا پیش فامیلم موندم، دوباره برگشتیم دیگه. از اون موقع من با بابام حرف نزدم، بابام یه ماه پیش برگشت ایران، با مامانم حرف زدم ولی راجع به این موضوع دیگه نه، چون دیگه مثلا گفتم که مامانم همینه دیگه، هر دفعه پشت منو خالی میکنه به خاطر اینکه خودش رو بتونه مثلا جمع کنه. بعد همین چند روز پیش خواهرم با یه پسری آشنا شد، این پسر کلا بهش خیانت کرد و خیلی کارو مثلا باش کرد و اینا. راجب من و خواهرم و مادرم یه حرف خیلی بدی زد و من چند دفعه بهش تذکر دادم. بعد اینکه تذکر دادم دوباره این حرف زده شد و من به مامانم گفتم که بیا مثلا با هم بریم حرف بزنیم که فکر نکنه مثلا تو روی خوش تو رو دیده مثلا تو نمیتونی جوابش رو بدی. قرار بود با من بیاد ولی چون یهو خواهرم اومد گفت که نه تو آبروی منو میبری، یهو نظرش عوض شد سرمون. و من میگم چرا مثلا راجع به این حرفی که مثلا دوست پسر من زد یهو این همه قشقلق به پا شد و آبروی من همه جا رفت و بازداشتگاه رفت، بعد سر خواهر من این اتفاق نیفتاد؟ الان مثلا نمیدونم، من مشکل از منه، مشکل از خانوادمه؟ من شما یه خانواده هستید یا مطمئن نیستم بالا سرش نمیشه خونه یا نمیشه تیمارستان؟ اصلا هیچ حرمتی هم بین هیچ کدوم. خب آخه نیست، آخه اولا به تو چه مربوطه که مادر تو یا پدر تو با کسی هست یا نیست که توش دخالت میکنی؟ به تو چه مربوطه که میخوای رابطه رو درست کنی یا بعدن میخوای فکر کنی این راه درست انتخابش؟ تو فرزند یه خانواده هستی که تو این کارها نباید درگیر بشی عزیز. اصلا اولا به هیچ وجه شما که قرار نقص نمیدونم پلیس و نمیدونم محافظ و مراقب و مامور امنیت و اینا داشته باشی، سکیوریتی باشی، آخه پدر بچه های خبرهای از مسائل پدر و مادر دارن، بذارن به عهده خودشون، گفتنه اصلا ضرورت داره؟ بعدم اینکه باید این کار بکنیم، باید پشت من رو داشته باشیم، باید این گونه جواب بده. یه خانواده ایست که کاملا آشفته و به هم ریخته است و حالا با آمدن اینجا هم اوضاع خیلی خیلی بدتر هم خواهد شد با این رفت و آمده. بنابراین تو تنها کاری که میتونی بکنی این است که فقط و فقط بچسبی، درس تو بخونی و کاری هم به کار نه خواهر نه مادر نه پدر نداشته باشی، نه خواهر کوچکتر. بنابراین تو زندگی یه رابطه عادی داشته باش، فقط درس تو بخون و الا اگر وارد این بحثا بشی آخر کار از همه جا رونده و مونده میشی، خانواده هم که این گونه که تو میگی دیر یا زود یه جوری از هم پاشیده میشه، با اومدن مهاجرت دیگه آخرین تیر رو هم به خودشون زدن و اصلا از اون کارهای عجیب و غریب بوده که پدر که توی ایران و بازار ایران کار میکرده بخواد بیاد تو کانادا همون کار یا یه کار دیگه ای رو بکنه، مثلا از احتش بر نمیاد. اونم تو خونه ای که خواهر تو رگه دستشو میزنه سر یه موضوعی این چنین را اون بازی ها رو در میاره. تو هم فکر میکنی که کت خدای دهی یا دادستان شهری و بنابراین باید تو همه کارا دخالت کنی و مانع جرم و خیانت یا جنایت بشی. ول کن از این زندگی تو ابدا درگیر شدن در اینجا هیچ فایده ای نداره، به خودت و دیگران آسیب میزنی و بعدم ای بسا بعدم پشیمان میشی، اتفاقات بدی بیفته تقصیر و گناه هم میفته یا گردن تو یا خودت این احساس عذاب وجدان رو میکنی. رها کن، به تو هیچ مربوط نیست که همسایت پسرش و دختر شب دیر میاد یا زود میاد با کسی هست یا نیست، پدر مادر و دو تا خواهرای تو هم به تو مربوط نیست، هیچ کاملا از صحنه بیا بیرون. در غیر این صورت دو سال سه سال دیگه هیچی نداری، همه تون حیرون و سرگردون، معلوم نیست اصلا از کجا سر در بیاری بده که این نوع ارتباطات اونم در مهاجرت اونم با رفت و آمدها دیگه چیزی ازش باقی نخواهد بود. خب من احساس میکنم تو این سن واقعا نیاز به کسی دارم که پشتم باشه. من ابدا نیاز به خیلی خوب قبول اصلا خیلی خوب نیاز به پشت داری، برو سراغی نه یه دیواره کجی کی بش یه ذره پشت کنی میرزه رود. من در این سن و سال هم بازم کی گفته در سن و سال 18 سالگی ما احتیاج به ما جنگ میخوای بری؟ تو قرار شو به درس تو بخونی، دو تا چهار تا دوست
دختر ایرانی کانادایی هم پیدا کنین و با هم خوب و خوش باشید، به کار خانوادت هم کاری نداشته باشید. حمایت برای چی میخوای؟ پشتیبان برای چی میخوای؟ جنگ میخوای بری؟ لشکر میخوای؟ نه مشکل هم اینه که چرا هر دفعه که چرا اتفاقی که برای خواهرم میوفه برابر نیست اون چیزی که برخت خب معلومه که نیست. خب نیست. ما تو دنیایی هستیم که کی ادعا کرده همه چیز عادلانه و منصفانه و خوبه، این از کجا در اومد؟ این چیزایی که تو زندگی دیوونه بازی شما بوده اینا درسته؟ مادر خیانت کنه، پدر خیانت کنه، اینا درسته؟ که تو دنبال این هستی چرا بر رابطه‌ای که با خواهرم دارن یا کاری که برای خواهرم میکنن برای من نمیکنن؟ اون نمیکنه. انتظار چی عزیز؟ ما اگر تو زندگیمون رو پای خودمون نیستیم، با مغز خودمون فکر نکنیم، با زبون خودمون حرف نزنیم، با دستای خودمون کار نکنیم، هیچ کس برای ما هیچ کاری نمیکنه. درس تو بخون، یه کاری برای خودت بشو، با کار خانوادم هیچ کدام هیچ کاری نداشته باش، به تو هیچ مربوط نیست، کوری کری لالی خری، از صحنه بیا بیرون و الا همه چیز رو برای خودت و بقیه خراب میکنی. اینم که قرار است که اگر با خواهرتو کاری میکنند و خوبی میکنند و هر کاری میکنند باید برای تو هم بکنند، اگه کردن نقششون رو که درستم اگر باشه پدری مادری به خوبی انجام دادن، نکردن هم مثل پدر و مادرهای دیگری هستن که ای بسا از صد تا کار خوبی که باید بکنن ده تاش هم نمیکن. این هم که فعلا نصیب تو شده، زبینان خانوادهی که تو توصیف میکنی همه چیزش آشفته و به هم ریخته است دیگه، در یه چنین شرایطی که خونه خراب شده، حالا چرا نمیدونم لباس من کثیفه که دیگه معنی نداره عزیز. خودتو راه کن، برو دنبال درست، چهار تا دوست دختر خوب امریکایی کانادایی یعنی ایرانی کانادایی هم پیدا کن و با اونا خوب و خوش باش، زندگی تو بکن، درس تو بخون، کار تو بکن، تخصص تو پیدا کن که بتونی رو پای خودت بایستی، برای که یه همچی دنیایی دنیای آینده تو هست. با پدر و مادر و خواهرها هم هیچ کاری در مورد هیچ چیز نداشته باش و از صحنه زندگی اونا برو بیرون، با اونا هم گزارشی نده که باعث مسئله و درد سر بشه. به هر حال مواظب خودت باش جان. یه مشکلی که هست اینه که چون ما دو قلوییم، هر چیزی که راجع به خواهر من اتفاق بیفته به من هم ربط پیدا میکنه. مثلا همه ما رو دوتا رو وصل میدونن. آخه عزیزم چرا میخوای یه چیزی بگی؟ دنبال بهانه میگردی دخواه؟ اصلا بدونن، همه میدونن، بی خود میکنن، بعد یکی وحس میکنن. یعنی اگر خواهر تو رفت دزدی میگن اینم دزدی کرد. آخه چی داری میگی؟ آره میگن دو قلوها. خب دو قلوها بگی برا به من. ممکنه من بفرمایید این بزرگانی که در کانادا پخشن، هزار نفر، صد هزار نفری که همه زندگیشون ول کردن، چسبیدن به زندگی شما دوتا، که اگر خواهرتو دزدی کرد میگن دو قلوها، به تو هم میرسی کی هستن؟ این دنیای فرضی و خیالی رو از کجا درست کرد؟ کی به زندگی منو تو اهمیت میده؟ کی به زنده و مرده من تو اهمیت میده؟ تو فکر کن یکیست که میمیره چی میشه؟ یه چند نفری یا چندین نفری دوربرش یه ادعایی در میارن برای من، یه اون برم میرن دنبال کارشون. تموم شد. تو حالا انتظار داری که مردم قضاوت نکنن درباره تو به خاطر خواهر دل خواهر تو که یه همچیز عجیب و غریبی نیست؟ اگرم هست به هر حال ازش فاصله بگیر، کاری هم به کارش نداشته باش. اینم که خواهر تو یه کاری بکنه بلا فاصله همه مثل که مردم اینقدر هم کم عقلن هم بیکارن عزیزم. برای مردم چه اهمیتی داره که ما چی کار میکنیم نمیکنیم؟ تویی که داری راجب اونا فکر میکنی، فکر کنی اونا راجب تو فکر میکنی. بنابراین حرف منو گوش کن، درستو بخون، کارتو بکن، چهار تا دوست خوب ایرانی کانادایی هر چی هست پیدا کن، با کار خانواده هم هیچ کاری نداشته باش. در حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم.